سلام شنوندگان عزیز، با این امید که در سلامت جسم و آرامش الهی عیسی مسیح به سر میبرید، مطالعه دیگری در کلام خدا را آغاز می کنیم. عنوان این مطالعه هست ارتباط کلام خدا در مزمور 38 آیات 3 و 8 با زندگی امروز من چیست؟ ارتباط کلام خدا در مزمور سی و هشت آیات سه و 8 با زندگی امروز من چیست؟ عزیزان در این قسمت از کلام خدا می خانیم در اثر خشم تو جای سالمی در بدنم نمانده به سبب گناهانم استخوانهایم در هم کوبیده شده اند تا به تحمل خود را از دست داده ام و به کلی از پای افتاده ام غم دلم را گرفته و از شدت درد می نالم آمین عزیزان قبل از شروع مطالعه از شما دعوت می کنم تا با هم دعا کنیم خداوند از تو سپاس گذارم زیرا که مشتاقی با من صحبت کنی و مرا تعلیم دهی خداوند از تو درخواست می کنم تا در درک صحیح از آنچه که تو امروز میخواهی به من تعلیم دهی کمکم کنی. خداوند به من کمک کن تا درک کنم این آیات در کلام تو در مزمور فصل سی و هشت آیات سه و هشت چه ربطی با زندگی امروز من دارند؟ در نام ایسای مسیح دعا می کنم آمین عزیزان داوود پیامبر خدا و پادشاه نازنین کشور اسرائیل نویسنده مزمور سی و هشتم هست با مطالعه این مزمور متوجه میشیم که داوود پیامبر و پادشاه نازنین کشور اسرائیل در فلاکتی بزرگ گرفتار شده بود بله عزیزان مطالعه زندگی داوود در کلام خدا به ما یاد میده که حتی یک پادشاه و پیامبر هم میتونسته در فلاکت گرفتار بشه داوود اشتباه بزرگی انجام داده بود و سعی داشت تا اون اشتباه وحشتناک خودش را یک جوری از دیگران قایم کنه بله دوست من حتی یک پیامبر هم میتونسته مرتکب اشتباه وحشتناکی بشه و بعد سعی کنه اون اشتباهش را از دیگران قایم کنه کلام خدا در رومیان فصل 3 و آیه 23 به ما یاد میده که هیچ انسانی معصوم و بیگناه نیست این آیه میفرماید زیرا همه گناه کرده اند و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار دارد نرسیده است. آمین. عزیزان در تلاش برای قایم نگه داشتن اشتباه وحشتناکش وجدان داوود داشت او را به شدت عذاب می‌داد عزیزان مزمور سی و هشتم در کلام خدا در واقع دعای یک مرد گناهکاره و اون مرد گناهکار کسی نبود جز داوود پیامبر و پادشاه قبل از ادامه صحبت از شما دعوت می کنم تا به اتفاق مزمور سی و هشتم را با هم مرور کنیم عزیزان عنوان این قسمت از کلام خدا هست دعای انسان رنجور ای خداوند هنگامی که غضبناک و خشمگین هستی مرا تنبیه نکن تیرهای تو در بدنم فرو رفته و از ضرب دست تو به خاک افتاده ام در اثر خشم تو جای سالمی در بدنم نمانده به سبب گناهانم استخوانهایم در هم کوبیده شده اند زیرا گناهانم از سرم گذشته اند و همچون باری گران بر من سنگینی می کنند به سبب حماقتم زخمهایم متعفن و چرکین شده اند به خود میپیچم و به کلی خمیده شده ام تمام روز می نالم و به این سو و آن سو می روم. از شدت تب می سوزم و جای سالمی در بدنم نمانده است. تا به تحمل خود را از دست داده ام و به کلی از پای افتاده ام. غم دلم را گرفته و از شدت درد می نالم. خداوندا تمام آرزوهایم را میدانی آه و ناله من از تو پوشیده نیست قلب من به شدت میتپد قوتم از بین رفته و چشمانم کم نور شده است دوستان و رفقایم به سبب این بلایی که بر من آرس شده از من فاصله میگیرند و همسایگانم از من دوری می کنند آنانی که قصد جانم را دارند برایم دام میگذارند و کسانی که در صدد آزارم هستند به مرگ تهدیدم می کنند و تمام روز علیه من نقشه می کشند من همچون شخص کری هستم که نمیتواند بشنود مانند شخص لالی هستم که نمیتواند سخن بگوید مثل کسی هستم که به سبب کری قادر نیست پاسخ دهد ای خداوند امیدوارم و یقین دارم که تو به من پاسخ خواهی داد نگذار دشمنانم به ناکامی من بخندند و وقتی می افتم خود را برتر از من بدانند نزدیک است از پای درایم این بیماری دایم مرا عذاب می دهد من به گناهانم اعتراف می کنم و از کردار خود غمگین و پشیمانم دشمنانم سالم و نیرومند هستند کسانی که از من نفرت دارند بسیارند آنها خوبی مرا با بدی پاسخ می دهند با من مخالفت می ورزند زیرا من کوشش می کنم کار نیک انجام دهم خداوند مرا تنها نگذار ای خدای من از من دور مباش ای خداوند تو نجات دهنده من هستی به کمکم به شتاب آمین دوست خوب من در این قسمت از کلام خدا که نوشته های داوود هستند به خوبی میتونیم یک قلب توبه کار را احساس کنیم داوود داره بدین وسیله گناهان خودش را به خداوند اعتراف میکنه در آیه 18 خواندیم که داوود گفت من به گناهانم اعتراف می کنم و از کردار خود غمگین و پشیمانم. دوست خوب من بیشتر ما ممکنه از مشکل به خاطر سپردن خاطرات زندگیمون شکایت داشته باشیم. اما حقیقت اینه که بیشتر ما ای کاش یک فراموشی خوب داشتیم نه یک حافظه قوی. حتما با من موافق خواهید بود اگه عرض کنم که خاطرات بسیاری در ذهن ما وجود دارند که یادآوری اونها اغلب ما را به شدت آزار میدند. خاطرات آزار که در گوشه های تاریک ذهن ما خودشون را قایم کرده اند. بسیاری از تلاشهای روزانه ما ممکنه صرف این بشه که خودمون را از درد اون خاطرات آزاردهنده خلاص کنیم. خیلی سعی می کنیم تا از دست افکار ناپسند، اعمال خودخواهانه، اعمال غیر اخلاقی و شرارتهای بسیار دیگر رها بشیم. ما به دنبال هر چیزی هستیم تا شاید بتونه بهمون کمک کنه تا به این چیزهایی که آزارمون میدن فکر نکنیم یا لااقل کمتر فکر کنیم. شاید به همین دلیله که امروزه اکثر مردم جامعه های ما دارن خودشون را هر جوری شده سرگرم و مشغول نگه میدارند. امروزه به هر طرف نگاه می کنیم اشخاصی را می بینیم که به دستگاه های الکترونیکی خودشون متصل هستند. این عزیزان یا همیشه در حال گوش دادن به چیزی هستند یا دارن چیزی را تماشا می کنند و یا که دارن توسط دستگاه الکترونیکی خودشون بازی می کنند. به حکایت داوود و درسی که از زندگی او یاد میگیریم برگردیم. عزیزان ما با گناهان وحشتناک داوود در کلام خدا در دوم سموئیل فصل 11 آشنا میشیم. به خاطر کم بوده وقت من از خواندن این قسمت خودداری می کنم ولی شما را قویا تشویق می کنم تا در فرصتی مناسب این قسمت از کلام خدا را در فصل 11 در دوم سموئیل مطالعه بفرمایید. دوست خوب من حقیقت اینه که ما هیچ وقت نمیخواهیم تا گناه و تقصیراتمون مدام در حال خیره شدن به ما باشند. بنابراین تمام سعی خودمون را انجام میدیم تا اونها را کنار بگذاریم. اما زود متوجه میشیم که اینطوری نمیتونیم از دست عذاب وجدان تقصیرات و گناهانمون آزاد بشیم. میدونید چرا؟ دوست من میدونید چرا ما با سعی انسانی خودمون در کنار گذاردن گناهان و تقصیراتمون هرگز موفق نمیشیم تا از عذاب وجدانی که برامون به وجود میارند خلاص بشیم؟ پاسخ صحیح به این سوال اینه که چون که بعد از اون حافظه در زمیر ناخداگاه ما ساکن میشه عزیزان مانند این که ما یک جانور خطرناکی را از اتاق پذیرایی خونمون بیرون کنیم اما همون جانور خطرناک از پنجره پایینی وارد زیرزمین خونمون بشه دوست خوب من میدونید اگه نسبت به اون گناهی که سعی داشته ایم ازش خلاص بشیم بی کنیم چه بلاهایی میتونه سرمون بیاره؟ میدونید اون گناهی که سعی کرده این قایمش کنیم و نسبت بهش بیعتنایی کرده ایم چطور سرانجام خودش را نشون میده؟ دقت کنید او خودش را به صورت میگیرن دردناکی که قدرت تمرکز فکر را از ما میگیره نشون میده یا که او خودش را به صورت بداخلاقی و کمحوصلگی در زندگی ما به نمایش میگذاره دوست من گناه پنهان شده در زمیر ناخودآگاهمون دیگه نمیگذاره ما با مردم رابطه های شیرین، صمیمی و پایدار داشته باشیم. گناه پنهان شده در زمیر ناخودآگاهمون دیگه نمیگذاره ما با خداوند رابطه ای صادقانه و گرم داشته باشیم. عزیزان گناه پنهان شده در زمیر ناخودآگاهمون موجب به وجود آمدن انواع مشکلات روحی و جسمی برای ما میشند. گناه پنهان شده در زمیر ناخودآگاهمون روح ما را مانند پنجره ای کثیف و کدر میکنه. ما دیگه نمیتونیم دنیای اطرافمون را اونطور که باید در روشنی ببینیم. گناه پنهان شده در زمیر ناخودآگاهمون کل دیدگاه ما را نسبت به زندگی منحرف میکنه. تا زمانی که ما از گناهان پنهان شده در زمیر ناخودآگاهمون کاملا پاک نشیم هر چیزی که میبینیم در اثر کسیفی و تیرگی احساس گناه شکل میگیره. دوست خوب من آیا شنیدن این تعلیم از کلام خدا گناهان پنهان شده ای در زمیر ناخداگاهتون را به یادتون آورده؟ آیا شما کسی هستید که همیشه سعی در کنار گذاردن تقصیرات و گناهان گذشته خودتون دارید و نسبت به اونها بیعتنا شده اید؟ اگه این طوره، ولی حالا تصمیم دارید تا با هر گونه تقصیر و گناه گذشته خودتون روبرو رو بشید و اونها را برای همیشه از وجودتون پاک کنید عیسی مسیح بسیار مشتاق تا به شما کمک کنه اما قبل از اون که بتونید از شفای ایسای مسیح برخوردار بشید اول باید با او آشتی کنید و به او به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید عزیزان ایسای مسیح در انجیل متا فصل 11 و آیات 28 تا 30 به ما انسانهای گناهکار و دردمند چنین می‌فرماید. عیسی مسیح میفرماید ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت میکشید نزد من آیید و من به شما آرامش خواهم داد یوق مرا به دوش بکشید و بگذارید من شما را تعلیم دهم چون من مهربان و فروتن هستم و به جانهای شما راحتی خواهم بخشید زیرا باری که من بر دوش شما می گذارم سبک است آمین دوست خوب من در خاتمه این تعلیم از شما خواهش میکنم دقت بفرمایید خداوند عیسی مسیح شما را آفریده و بیشتر از جان خودش دوست داره عیسی مسیح برای زندگی شما نقشه عالی در نظر داره ایسای مسیح مشتاق تا شما او را به بهترین نحو ممکن بشناسید و به او ایمان بیارید چرا تا عیسی مسیح بتونه هدف از خلقتتون را به شما نشون بده تا عیسی مسیح بتونه برای انجام نقشه های عالی و الهیش در و توسط شما در این جهان عمل کنه دوست خوب من فیض رحمت و لطف بیمانند ایسای مسیح را در همین لحظه از او دریافت کن عزیزان از شما دعوت می کنم تا در پایان این مطالعه با خداوند گفتگو کنیم. خداوند از تو سپاس گذارم به خاطر درس زندگی دیگری که از کلام حیات بخشت به من یاد دادی خداوند به من کمک کن تا بینش های موجود در مزمور فصل سی و هشت را در زندگیم به کار برم خداوند از تو سپاس گذارم زیرا که اگرچه همه انسانها در چشم تو گناه کارند ولی تو یگان خدای پاک کاملا بی گناه، قادر مهربان وفادار و بسیار بخشنده ای هستی؟ خداوند از تو سپاس گذارم زیرا که مرا در حکمت الهی خودت به گونه ای منحصر به فرد آفریده ای و بیشتر از جان خودت دوست داری. خداوند از تو سپاس گذارم زیرا که برای زندگی من بسیار ارزش قائل هستی و مایلی تا در و توسط من نقشه های الهیت را در این جهان انجام دهی خداوند من اعتراف می کنم که گناهکارم و محتاج فیض و رحمت الهی تو هستم خداوند من اعتراف می کنم که خاطرات گناهانی را در خودم پنهان نگه داشته ام. گناهانی که مدتی بسیار طولانی در من مانده اند و یادآوری آنها مرا عذاب می دهند. خداوند عیسی مسیح من ایمان میآورم که تو به جای من بر روی صلیب جان خودت را فدیه نمودی تا تاوان گناهان من را یک بار برای همیشه هم پرداخت نمایی عیسی مسیح من ایمان میآورم که تو با فدیه جان خودت بر روی صلیب شفا و آزادی را برای هر گونه گناه من مهیا فرمودی حتی گناه پنهان نگه داشتن خاطرات گناهان گذشته ام را خداوند عیسی مسیح من تمام وجودم را به تو تسلیم می کنم به قلب و زندگی من بیا و مرا از آرامش الهی خودت مملوف ساز من مشتاقم تا یوغ تو را بردوش و از تو تعلیم گیرم خداوند عیسی مسیح تمام ذهن و وجود مرا از هر گونه خاطری تلخ و گناهالودی که در گوشه های تاریک مغزم خودشان را پنهان کرده اند پاک کن. خداوند ایسای مسیح من ایمان دارم که تو مرا از عذاب وجدان و آزار هر گونه خاطره تلخ و وحشتناکی که از گذشته در من مانده آزاد می کنی. من شفای الهی تو را در همین لحظه دریافت می کنم. در نام ایسای مسیح دعا می کنم. آمین. آمین. خدا را شکر. عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز ما در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. چنانچه در طول این مطالعه خداوند عیسی مسیح قلب شما را لمس نموده و به او ایمان آوردید، خوشحال میشم تا از شما بشنوم. همینطور چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده خوشحال میشم سوالات محترم شما را بشنوم و در صورت امکان به آنها پاسخ بدم با تشکر از تمامی شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید تا مطالعه بعدی در کلام خدا و شناخت باز هم بهتر از فیض رحمت و محبت عیسی مسیح آرامش الهی او همواره با شما آمین تشنه ی حضورتن درخواست کنم منجیم همیشه باش رهبر هم. هیچ کس را جا ندهم تنها حضورت خواهم ای عیسای مصدوبم تشنه وجودتم شعبارا تشنیه وجودم تشنیه حضورتم در خواست کنم منجی. توقع دارم در هر چیز باش رهبرم سلطنت کن در قلبم ای مسیح محبوبم تشنه وجودتم